آقای مصلی، حتی صدای برخی از حامیان حکومت هم در اومده از این بودجه کلانی که به ابراهیم حاتمی کیا داده بشه برای ساخت این سریال، البته در شرایطی که فیلمسازان دیگه میلی هم به ساختن ندارن، شاید طبیعی به نظر بیاد. بله این همینطوره. نکته ببینید چند تا نکته است. یه نکته مهم اینه که حاتمی کیا قبلا سریال ساخته و برخلاف فیلمهاش که در مقاطعی در واقع موفق بوده و مورد توجه بوده، سریال های تلویزیونیش اصلا اینطور نبوده و حتی خودش یک جایی هم به این اشاره کرده بوده. این یه نکته. اینکه چرا حالا میاد سراغ همچین پروژه‌ای، داستان سریال موسا خیلی سر درازی داره. فرج الله سلحشور قرار بسازه که به هر حال از دنیا رفت، بعد جمال شورجه که بیمار شد، بعد رسید به حاتمی کیا. و این یه نکته سینماییش اینه که حاتمی کیا در سینما هی در واقع آثارش ناموفق و ناموفق تر شد و میدونید همچین سریالی معنیش اینه که حداقل 10 سال دور باشه از سینما. اما بحث بودجه اینه که از در همونطور که گفتید از مثلا ارقام مثل 100 و 200 میلیارد شروع شد، الان رسیده به جایی که 1000 میلیارد 2000 میلیارد هم گفته میشه. الان دیدم محمود رضوی که تهیه کننده این سریال جدیدترین تهیه کننده این ارقام رو تکذیب کرده. این نکته دومه. نکته سومی که حاتمی کیا در واقع جزو اون خواص و در واقع بزرگان سینماست که خودشون رو به هر حال وامدار جمهوری اسلامی میدونن، خودش به صراحت گفته بود من فیلمساز وابستم و این انتقاد بهشون وارد بود که چرا در جریان اعتراض ها موضع گیری نمی کنن و نکردن. ولی در واقع این سالگرد قاسم سلیمانی اومد در یک برنامه تلویزیونی و با یک الفاظ خیلی اغراق‌آمیزی به نظر میرسه که تحسین کرد قاسم سلیمانی و رهبر جمهوری اسلامی رو. این بعد از اون بود که این اعداد و ارقام اعلام شد و به نظر میرسه شاید این یک جوری جایزه اون اعلام موضع باشه. ولی اینا رو که بذاریم کنار، سریال ساختن کار راحتی نیست. یعنی موارد دیگه‌ای هم بوده که مجلس اومده گفته بودجه اختصاص میدیم، ولی این سریال‌های فاخر یا علف ویژه تلویزیون برای اینکه اصلا وارد مرحله تولید واقعی بشن و پیشرفت کنن و به نتیجه برسن، لازمه چیزهای دیگه است که به نظر میرسه الان اساساً وجود نداره. و من فکر میکنم این سناریو رو هم باید در نظر بگیریم که اینها همه یک جوری برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بشه و به خصوص صدا و سیما که اعلام کرده بودجه برام کمه، که بگن آقا ما فعالیم و داریم در واقع فعالیت میکنیم و کار مهم و بزرگی انجام. علی مستر، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، ممنونم از شما.